فرق نمی کند کی می برد یا کی می بزند. فرق نمی کند اگر پاها برهنه باشد یا نباشد. فرق نمی کند اگر روی میدان خاکی بازی کنی یا سبزه. فقط بازی کن. تنها و تنها همین مهم. بازی کن هر جایی که باشد و به هر گونه ای که باشد. اما آمادگی آن را در سپورت باکس صدای امریکا ببین. بینندگان عزیز سلام. با برنامه هفته سپورت باکس در خدمت قرار داریم و در مورد رقابت‌های راهیابی به جام جهانی روسیه صحبت می‌کنیم. قرعه‌کشی آغاز شده، تکمیل شد. افغانستان در کجا قرار داره؟ از چانس خوب افغانستان در یک گروه بسیار آسان قرار گرفته و قوی ترین تیمی که در گروه ای در امرا با افغانستان ژاپن است که کل ما شما میفهمیم که یک تیم برتر آسیا است، قهرمان آسیا بوده و در تا دور نیمه نهایی جام جهانی 2002 دیگه کدام تیم هستن برای افغانستان؟ سوریه، سنگاپور و کمبودیا اینا تیم هایی هستن که در گروه ای امرا با افغانستان است. فکر کنید چه افغانستان چانس لري چې مختلفارتي مشفل چې واخه چانس ده زه هم خ چانس بولم مگر سخت چانس هم بولم ځکه جاپان د آسیا تر ټولو هغه قوي ټیمونه دي بلکې ګو 15 واره په نړیوال جام کې هم لوبیدل او وسه سلیا سره په فائنل کې هم لوبیدل د دې ترڅنګ سوریا پیاوړی لوبډله ده که څه هم په نړیوالو جامونو کې ترسه نه ده لوبیدلې مګر په آسیایي لوبو کې دغه 13 آسیایي لوبو کې د سعودي ته چې سعودي یوه پیاوړې لوبډله ده دوه یو ماتې ورکړه او د ترڅنګ د فیفا په رینکینګ کې په درجه بندۍ کې هم تر افغانستان 9 پوینټ مخکې دی 1.9 درجه بندۍ کې او افغانستان فکر نمیکنی که افغانستان از صد سوریه یا سنگاپور بزنه؟ ببینید دی گروه ما مسابقه را به دو گروه تقسیم میکنیم. ژاپن هم میذاریم بالا. کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان آقای علی‌اصغر لالی در صحبتی که دیروز باهاش داشتم قبول کرد که هنوز افغانستان در سطح نیست که با ژاپن مسابقه کنه. افغانستان صرف یک مسابقه عمده داره به گفته آقای هاند او سوریه است. اگر یک راهبندی درسته، اگر یک برنامه ریزی درسته در تیم صورت بگیره که بتونه با سوریه حداقل به تساوی برسه بدون شک بازیکنهای خارجی افغانستان هم از کشورهای خارج هم در افغانستان که هستن و از داخل افغانستان هم یک آمیخته از تمام بازیکنها خواهد بود. بدون شک حدود 70-75% به گفته آقای لالی بازیکنهای هستن که در خارج از افغانستان زندگی میکنن و شامل از این تیم خواهد شدن و به مسابقات مقدماتی را خواهد بود. راست فکر کنید اگر لوبغاړی چی د افغانستان د باندې راځي او د افغانستان د پر لوب کې دا یا وغي زول لري چې افغانستان وکړي چې مخکې لاړ شي موږ د دغه لوبغاړو غیزې په تیر لوب کې هم نه دلیدې که تاسو فکر وکړئ د کله چې د صاف د آسیایي لوب قهرمان شو افغانستان د دغه بهرنیو لوبغاړو له برکت او پیاوړ لوبغاړو لکه بلال ارزو په خپل زمون ګول کیپر او د دې تر زمون کیپټان چې کوم یو یا نور لوبغاړي چې دي آزاد زوی دوی هغه لوبغاړي دي چې په بهر کلوبې دلی دی او د قوی لوبغاړو سره د لوب تجربه لري او د غوي سره لوبې دلی دی نو له شک پرته چې د موجودیت په افغانستان د افغانستان په ملي لوبډله کې او د افغانستان په مهم مسالیو کې مثبت تمامې شي مګر په وګد محل کې زه طرفدار نه چې تل د خارجي په اسلام الدین امیری رضوان اسلام الدین امیری به شمول 7 نفر دیگه از تیم افغانستان ترک کردن. آیا در رقابت ها حضور خواهد داشتن یا کسای دیگری؟ در صحبتی که من دیروز با آقای علی‌اصغر لالی داشتم و البته برای بیننده تلویزیون باید بگم که برنامه امشب رادیو آشنا را که در مورد ورزش افغانستان است و در مورد همین موضوع صحبت خواهد کردیم ساعت 10:20 شب به وقت افغانستان فراموش نکنن. آقای لالی گفتن که این 7 نفر بنابر معاذیری که خودشان گفتن و بالاخره واضح هم نشد که چی معاذیر عمده بود تیم ترک کردن. حداقل در این رقابت ها این 7 نفر به شمول اسلام امیری جا نخواهد داشت. تاسو فکر کوئ نوې الکان چی رازی ده او کسانو په ځای آیا د کم وخت کې کولای شي چې ځان سټ کی د نور لوبغاړو سره او لوبو کې ستونزونه به وي د روزونکو لپاره هم په خپله د ټیم د لوبغاړو لپاره هم ځکه دغه 15 شپږ هغه لوبغاړي وو چې په تیرو لوبو کې په ډیرو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کړی وو او دوی د ټیم د ګډ ټیم د لوبې ښه تجربه درلوده چې نوي لوبغاړي راځي نو طبعا له نویو لوبغاړو سره فراموش نکړئ که مربی جدید تیم ملي فوتبال افغانستان کسی باید استراتژي مربی رو قبول میکنین زمانی که بازیکنات
تیم ترک کنن بازیکنان نو بیان باید امرای که دیگه اینا کانتاکت بازیکنان نو نیستن کسایی که میان داخل میدان کسایی هستن که از قبل انتخاب شدن و اینایی که دیگه خودم میشناسن ولی که در میدان تجربه نداریم دغه خبر ازم مهم است ولی یک موضوعی را که باید یاد بکنم میسته که باید فدراسیون فوتبال افغانستان بر راه اندازی مسابقات مقدماتی و دوستانه بسیار زیاد تلاش بکنه ما متاسفانه رقابت دوستانه را با بحرین از دست دادیم و یک نقص بسیار کلان برای هماهنگ شدن تیم ملی فوتبال افغانستان است شکر از شما بینندگان عزیز برنامه هفته اسپورت باکس در همینجا به پایان میرسه تا برنامه های بعدی خدا نگهدار